أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در نماز جمعه در جمع شما خوبان شاکر و سپاسگزارم. همه خواهران و برادران عزیز نمازگزار را توصیه به حفظ تقوای الهی می کنم. اگر این اصل در ابعاد زندگیمان مورد توجه قرار بگیرد، الطاف الهی همواره شامل حالمان خواهد شد و سعادت دنیا و آخرت نصیبمان می‌گردد. در خطبه اول بحث دشمن شناسی را که از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و رهبران دینی و اسلامی بوده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. با استفاده از آیات و روایات این بحث مهم و مورد نیاز و مؤثر در عزت و پیشرفت جامعه اسلامی بررسی و انشاءالله روشن تا حدی که مجلس و محفل و شرایط نماز جمعه ایجاب میکنه خواهد شد. در خطبه دوم هم بر رحلت آقا رسول الله که در آستانه این حادثه جانخراش هستیم میپردازیم و هم به شهادت امام دوم امام مجتبی علیه آلاف و تحییت و ثنا، مسائل مربوط به مردم، مسئله تحصیل دانش آموزان دختر، مشکلات که زائرین اربعین آقای امام حسین مواجه شدن از موضوعات است که در خطبه دوم به اونها هم اشاره خواهم کرد. اما مسئله دشمن شناسی در نگاه اسلامی، یکی از نیازهای جدی جامعه انسانی و اسلامی مسئله شناخت دوست و دشمن است. دشمن شناسی برای هر فرد و جامعه و هر باور و هر اعتقاد، مخصوصا حاکمیت‌ها و نظام‌ها، از مسائل بسیار جدی و مهم و بنیادی و اساسی است. اگر فرد و
مردم و جامعه و نظام و حاکمیت ها نتوانند دشمنانشان را بشناسند، گاهن نه قطعا در موارد زیادی دشمنان از معبر دوستی با ورود در حریم دوستی بالاترین ضربات را بر افراد و جوامع و حکومت‌ها و نظام‌ها می‌زنند. علاوه بر اون که شناخت دوست و دشمن، مخصوصاً دشمن، برای براندازی و مقابله با دشمن لازم است، منهای مسئله مبارزه و مجادله و جنگ و برخورد برای پیشرفت یک ضرورت جدی است. فرد و شخص و جامعه و حاکمیتی که دشمنانش را نشناسد یقیناً پیشرفت جدی و لازم نصیبش نمی شود. به همین دلیل است که در گذشته و قطعاً در آینده پیروان اسلام و حقیقت همیشه جاوید، ادیانی که در گذشته بودند، سلف و خلف، و ریشه دارند در دشمنی با اسلام، مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل است که در خطبه اول امروز بحث را با رویکرد شناخت دشمن از دیدگاه اسلام دنبال می کنیم و یقیناً به عنوان یک نیاز هم احتیاج داریم و هم مثمر و مفید خواهد بود. اما اصل سخن، واژه و کلمه دشمن یا به تعبیر دیگر عدو، در لغت عدوان به معنای دشمنی کردن است، به معنای ستم نمودن است، به معنای ظلم و در واقع تعدی آشکار است. عداوت یعنی بغض، حقد، کینه، خصومت، دشمنی، مخاصمه، مخالفت، اینها معنا و همون کلمه است که دشمنی را به ما میفهمانه و منعکس میکند. فرزندان آدم به بیان خداوند قطعا با همدیگه دشمنی داشتند. خداوند متعال به حضرت آدم میفرماید اهبطوا بعضکم لبعض عدو، از بهشت برو بیرون، بعض شما با بعض دیگرتان دشمن هستین. سوره مبارکه اعراف آیه 24، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، تو در زمین میمانی، تو در زمین امکانات لازم داری و در اختیار تو قرار داده میشود. طبعا دشمنی وجود دارد. دین اسلام که کاملترین دین آسمانی است، به فرموده خداوند در سوره مبارکه مائده در جریان خم غدیر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، خب اسلام دین کامل دانسته، ان الدین عند الله الاسلام، میفرماید یک دین بیشتر نیست و اونم اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کسی که غیر از اسلام را قبول کند هرگز از او پذیرفته نمی شود و هو فی الاخرته من الخاسرین. با بیانی که عرض کردم، خب باید هم ادیان گذشته اسلام را قبول بکنم. درست، ما مسیحیت حضرت مسیح را قبول داریم، خب آیات قرآن ایشان تجلیل کرده، ما موسای کلیم قبول داریم، اما موسای کلیم در زمان که بود اون مکتب و مشرب و در واقع اون چرا که خدا به موسی فرستاده بود و در اختیارش قرار داده بود، اون زمان کاربرد داشت. همه انبیا
و خدا به حضرت موسی فرموده بود که وقتی دین کاملی می آید، دین بعدی می آید، اون دین قبلی زمانش تمام میشه. این آیات که اسلام معرفی میکنه به این معناست و خود حضرت موسی هم همین مطلب را دنبال میکرد. لذا حضرت عیسی در سوره مبارکه صف خودش گزارش میده از خداوند از قول موسی، عیسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام، سیاتی من بعدی، به زودی بعد از من می آید رسول اسمه احمد. پس همه ادیان گذشته باید اسلام بپذیرند و خود انبیا از آمدن پیامبر اسلام خبر دادند. در آینده هم باید همه باورها اسلامی باشه. این یک قضیه قطعی از منظر قرآن. در قرآن عبارات داریم، عدو به معنای دشمن که تجاوز میکنه، عداوت میکنه، دشمنی میکنه و از حق میگذره. عداوت، دشمنی دو رقم است. گاهی دشمنی میکنه با قصد دشمنی، خب تصمیم گرفته، برنامه ریزی کرده که دشمنی بکنه با انسان. در بعضی از آیات این گونه دشمنها را معرفی میکنه. ادهی واقعا تصمیمشان بر دشمنی است با اسلام، با افراد، با حکومتها. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ. این کسی است که واقعا قصد دشمنی داره، با اراده با انسان دشمنی میکنه. گاهی دشمنی هست اما قصد دشمنی نداره، طرف با برنامه دشمنی با ما برخورد نمیکنه، اما کارش کار دشمنه، آزارش آزار دشمنه. و کذالک جعلناکم لکل نبی عدوا من المجرمین. خب وقتی طرف مجرمه، گناه میکنه، طبعا ای با پیامبر دشمنه. بعضی وقتا افراد کارهای انجام میدن که دشمنی است ولو قصد دشمنی نداشته باشن. در تاریخ انبیا میخوانیم، در آیات قرآن میخوانیم، حضرت ابراهیم فرمود انتم و آباؤکم الاقدمون، تا اونجا رسید، فانه عدو لی الا رب العالمین. خب کسایی که حرف حضرت ابراهیم قبول نکردن، ابراهیم به خدای حقیقی و واحد معتقد بود، اونها به بت‌ها معتقد بودن، عمل اینها ابراهیم اذیت میکرد. بعضی هاشان نسبت با حضرت ابراهیم هم داشت. در آیات قرآن داریم زنهای شما دشمن شماست، اولادهای شما، البته نه همه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بعضی از همسران و بعضی از فرزندان اینا دشمن شما است، ما همه انرژی ما به پای اونا میریزیم، آخرش هم برخلاف مصلحت ما کار میکنن ولو قصد دشمنی ندارن. قرآن دشمنان را به دو گروه تقسیم میکنه، کسانی که دشمنی و عداوت با قصد دارن و کسانی که عداوتی بدون قصد و برنامه دارن. خب پس معلوم میشه بحث دشمن شناسی در قرآن یک بحث مهمه، و الا اینقدر آیات قرآن در این موضوع نبود. در قرآن خداوند نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار، به کرات و مرات دشمن خودش معرفی کرده، دشمن پیامبرش معرفی کرده، دشمن انسانها را معرفی کرده. خیلی آیات میگه خدا فلانی دشمن خداست، ادهی را معرفی میکنه اینا دشمنهای پیغمبره، و ادهی را معرفی میکنه میگه دشمنهای شما انسانها هستن. معلوم میشه
بحث دشمن شناسی برای رشد و تعالی و پیشرفت ما ضرورت است، و الا خیلی وقتا دشمنان را به عنوان دوستانمان میپنداریم و ضربات میخوریم، مخصوصا نظام ها، مخصوصا حکومت ها. ببینین خدا در قرآن میفرماید یا ایها الناس، مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از اون چی که در زمین حلال و پاکیزه است بخورین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام با پشت گام شیطان نگذارین، از شیطان پیروی نکنین. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. اگر ما شیطان نشناسیم، گام شیطان نشناسیم، طرح شیطان نشناسیم، آسیب میبینیم. کار شیطان دشمنی است، کار شیطان کینه است، کار شیطان تفرقه است، کار شیطان تعصب است، کار شیطان کسالت است، تنبلی است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در صلح و سلامت و همپذیری باشین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اینجا هم شیطان دشمن آشکار معرفی کرده، اینجا دشمن انسانها را معرفی کرد. آیه 208 بقره. جای دیگه دشمن خدا و پیامبر معرفی میکنه، من کان عدوا لله، کسی که دشمن خدا باشه، و ملائکتهی، دشمن ملائکه باشه، و رسولهی، دشمن پیامبرا باشه، و جبریل و میکال، دشمن جبرئیل و میکائیل باشه، فإن الله عدو للکافرین، خدا هم دشمن کافران است. عزیزان فرصت ندارم، کسانی که ربا میخورن، اینا در قرآن جنگ با خدا را آغاز میکنن، کسانی که مردم اذیت میکنن اینها در جنگ با خدا میروند. آیاتی از قرآن موضوع را دنبال میکنه. در قرآن 7 جا شیطان به عنوان دشمن آشکار معرفی شده برای انسان. ان الشیطان للانسان عدو مبین. امیر بیان، سردار سخن، حضرت علی علیه السلام در یک بیان بسیار رسا میفرماید دشمنان تو سه گروه هند و دوستان تو هم سه گروه هند. خیلی بحث جامعه شناسی و مهم و بنیادی است. اصدقاؤک ثلاثه، دوستان تو سه طایفه هستند. دوستید، کسی که ما با او رابطه حسنه داریم، و دوست دوستید، ما با کسی رفیقیم، او رفیق ما رفیقی داره، اونم میشه دوست ما. سه، دشمن دشمنید. ما دشمنی داریم، دشمن ما دشمنی دارد، اون دشمن دشمن دوست ما میشه. ای به خاطر این است که در ادامه بیان قرآن، قرآن ناطق که پیغمبر فرمود علی با قرآن است، قرآن با علی است، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، باز میکنه قرآنه که دوستان شما سه دسته هستند. بعد دشمنانم معرفی میکنه، و اعداؤک ثلاثه، دشمنان تو هم سه دسته هستند. دشمنت، دشمن دوستت، و دوست دشمنت. عدوک و عدو صدیقک و صدیق عدوک. حالا ما چطوری میتوانیم دشمنانمون رو بشناسیم؟ یک بحث بسیار کلیدی برای جوانها، برای حکومتها، برای نظامها، برای پایداری، پیشرفت و ترقی.
در بیان امیرالمومنین داریم که اگر شک کردی، خب گاهی آدم شک میکنه فلانی واقعا با ما رفیقه نیست، منافع ما را دنبال میکنه، فلان دولت، فلان کشور، فلان همسایه واقعا دوست ما هست، دوست نظام ما هست، دوست حکومت ما هست، دوست قدرت و پیشرفت ما هست یا دشمن. امیرالمومنین فرمودن اگر شک کردی که کسی از دوستان تو هست یا نه از دشمنان تو هست، من اشتبه علیکم امرو ولم تعرفو دینه، نفهمیدی ای واقعا هم باور و هم عقیده ای با تو هست یا نه، فنظر الا خلطائه، ببین با کیا رفت آمد داره. اگر دیدی که با انسانهای هم باور و متدین و هم عقیده ای تو رفت آمد داره، خب معلومه با تو هم عقیده است. اما اگر دیدی که با گروه ها و افراد و جریان های مخالف فکر تو و باور تو ارتباط داره، معلومه دشمن تو است. امروز یکی از چالش های مهم کشورهای اسلامی همین است که دوست از دشمن تشخیص نمیدن، فکر میکنن خیلی از رابطه ها رابطه به نفع است، در حالی که این رابطه ها به ضرر است، به ضرر نظام است، به ضرر حکومت است، به ضرر مردم است، به ضرر کشور و اقتصاد است. میدانین شخصی است به نام دهیه کلبی، بعضیا میگن با پیامبر از یک خانم شیر خورده بوده، خیلی زیبا صورت است، جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر می شد، به شکل انسان که می آمد به شکل دهیه کلبی بود. خب این کسی است که با پیامبر از یک پستان شیر خورده، جبرئیل به شکل او نازل میشه. در یک برخورد خدمت امیرالمومنین آمد در محضر حضرت علی، از معاویه ابن ابی سفیان، کسی که یزید برگرده جامعه اسلامی سوار کرد، شروع کرد به ستایش کردن. حضرت علی یک شعری خوان: صدیق و عدو داخل فی عداوتی و این لمن ود ود الصدیق ودود. حضرت فرمود کسی که دوست دشمن من است او نمیتواند دوست من باشد. فلا تقربا منی و انت صدیقه فان الذی بین القلوب بعید. وقتی از دیگری ستایش میکنی به من نزدیک نشو. با این برخورد دیگه این کس با امیرالمومنین رابطش قطع شد. ما نیاز داریم به شناخت دوست از دشمن، مخصوصا دشمن شناسی. خیلی ها در ظاهر دوستن اما در باطن دشمنن، این فراز خیلی جدی است، مفیدتر از همه فراز هاست. گاهی اوقات دشمن با چهره دوست وارد می شود. جوان ما، دختر ما، سیاستمدار ما، روحانی ما، فرهنگی ما باید از این معارف بلند و عمیق و مفید استفاده بکند. گاگ به چهره دوست وارد می شود، با چرب زبانی، با تملق خودش را دوست معرفی می کند برای که بتواند بیشتر ضربه بزند. علی علیه السلام در شناخت دشمنان که با سیمای دوست، با آرایش دوست، با نقش و نگار دوست وارد حریم انسان می شود، فرمود شر و اخوانه که من داهنه که فی نفسک و ساتر عیبک. بدترین برادران تو کسانی است که مشکلات تو را نمیگه، با تو سازش میکنه، تو بی حوصله ای، تو را با حوصله میگه، تو تنبلی، تو را پرکار میگه، تو متعصبی، تو را بی تعصب میگه.
و ساتر عیبک. اگر دوستت هست باید مشکلاتت بگه. فرمود من ساتر عیبک فهو عدوک، هر که عیبای تو را قایم میکنه مخفی میکنه او دشمنته. نمیشه مشکلات جامعه را نگفت، مشکلات حکومت را نگفت به خاطر که من طرفدار حکومتم. نه، توی که مشکل نظام نمیگی تو دشمن نظامی. تو که مشکل جامعه را نمیگی و نمیفهمی تو دشمنی. اونی که میفهمه و اونی که میگه او دل سوزه. فرمود ثم لیکن آثرهم اندک، نامه 53 نهج البلاغه. فرمود از همه افراد به کسان بیشتر اعتماد بکن که مطالب حق را ولو تلخ باشد به تو میگوید. تلخترین نکات را که خوشت نمیآید اما حق است او را به تو میگوید، او دوست توست. فرمود با انسانهای با پروا و با خدا محوران و خدا باوران ارتباط داشته باش تا بتوانی دشمنانت را بشناسی. علی کل حال دشمن شناسی یکی از راههای پیشرفت، ترقی و تکامل جوامع است. آیات زیادی درباره شناخت دشمن داریم. گاهی شیطان دشمن معرفی میکنه، گاهی نفس اماره را دشمن انسان معرفی میکنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت امیر فرمودن خیلی از اندیشه ها اسیر هوای نفس است. قرآن هم میفرماید ندیدی کسی که هوای نفسش را خدای خودش انتخاب کرده؟ افرعیت من اتخذ الهه هوا. در یکی از سفرها مسلمان ها از جنگ برمی گشتن، نزدیک رسیدن به مقصد پیامبر فرمود مرحبا بقوم قزو جهاد الاصغر. نظام باید متوجه این نکات باشه، همه نظام ها. فرمود درود و رحمت خدا به مردم که جهاد کوچکه به تمام رساندن، به پایان رساندن. قزو جهاد الاصغر کوچکتر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد بزرگتر باقی مانده. فقیل یا رسول الله، گفتن آی پیامبر و مل جهاد الاکبر، جهاد بزرگتر چیست؟ پیامبر فرمود جهاد و نفس، با هوای نفس، با خودخواهی، با تعصب، با تنگ نظری، با اینها اگر مبارزه کردی این جهاد بزرگتر است. اعلم یا اعلم ان الجهاد الاکبر جهاد النفس. سومین دشمن مسلمان ها دشمن مؤمنین کفارن. اینجا را مجبورم کمی بیشتر باز کنم. ان الکافرین لکم عدوا مبینا. کافرین برای مسلمان ها دشمن آشکارن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونهایی که قرآن قبول ندارن، آیات خدا را قبول ندارن، اینها دشمن اسلامن، دشمن انسانهای مؤمنن. یکی از گروههایی که دشمن هستن کسانی که آینده نگر نیستن، باطن جریان ها را نمیبینن، داخل ماجرا و عمق ماجراها را نمیبینن، فقط ظاهر میبینن. اینها در حقیقت دشمن اسلامن، دشمن جامعه هستند. باید
اینها را شناخت. ما در تاریخ خیلی از اینها را داریم که با جوامع اسلامی دشمنی کردند. امروز یکی از گروه‌هایی که 100% دشمن اسلام هست یهود و نصارا هست. این حرف من نیست، حرف قرآن است. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود، سوره مبارکه مائده 82. دشمنترین دشمنان اسلام یهوده. والذین اشرک، اونهایی که اصلا خدا و پیامبر را قبول ندارن. یهود چه کار میکرد؟ آیا یهود تمام شده؟ یهود انبیای الهی را میکشتن، پیامبرها را کشتن. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسهم ففریقا کذبوا و فریقا یقتلون. یک عده پیامبرها را تکذیب کردن، گفتن شما پیغمبر نیستین. یک عده دیگه کشتن. یهودی ها یکی از کاراشان پیغمبر کشی است. امروز جامعه اسلامی نمیشناسه، خیلی از کشورهای اسلامی، خیلی از حکومتهای اسلامی مشترکن دارن با یهودی ها کار میکنن، فکر میکنن از تجارت و عدنامه و بالاخره مراوده های اقتصادی با یهود فایده میبرن. کشتار انبیا توسط یهود این تاریخ مسلم است. یکی از ویژگی های یهودی ها نجات پرستی است، تکبر است. از اون لحظه ای که وارد جامعه شدن تا امروز، و قالت الیهود و النصارا، یهود و نصارا چه گفتن؟ نحن ابناء الله، ما فرزندان خداییم. و احباء، ما دوستان خداییم. یعنی بقیه مردم دنیا اینا مثل ما نیستن. بابا این تفکر یهوده، اینه باید مسلمان بشناسه. اینها با همین روحیه با مردم دنیا برخورد میکنن. نماینده سابق اسرائیل در سازمان ملل مردم مظلوم فلسطین را با عنوان حیوان خطاب کرد. شبکه اسکای نیوز بخوانین، یهود معتقد است اگر هر گناهی بکنه بخشیده میشه. آدم بکشه، قتل عام بکنه، میگه ما بخشیده میشیم. اما دیگرا اگر گناه کردن بخشیده نمیشون. و یقولون سیغفر لنا، آیه 169 اعراف. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، میگه آتش جهنم سراغ ما نمیای، اگر بیایم خیلی کم. اما شما اگر گناه کردین شما جهنم میرین. ای کیه؟ ای یهوده. چرا ای را نمیشناسیم؟ بقره آیه 80. قرآن در سوره جمعه که الحمدلله توفیق داریم هر روز جمعه در قرآن میخوانیم، در نماز میخوانیم، قل یا ایها الذین هادو، ای کسانی که یهودی شدین، ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگر واقعا شما گمان دارین دوست خدا هستین، من دون الناس، غیر از شما دیگرا دوست خدا نیست، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنین. خب آدم دوست داره پهلوی دوستش زود برسه. تاریخ می نویسه یهودیا
در کتب تفسیری آمده کسانی بودند که اصحاب اخدود اینها بودند، مردم داخل یک جایی که آتش درست میکردند میانداختند و اونجا میسوزاندند. زونواس آخرین پادشاهی از طایفه همیر در سرزمین یمن رهبر اصحاب اخدود یهودی بود. طرح عظیم که میخواستن 40 میلیون آلمانی را توسط یهودیا عقیم کنن، اینا فرزند نیارن، اشغال فلسطین، آواره کردن این ملت قبل از 70 سال که وارد فلسطین شدن، مسلمانان آواره کردن بدون کمترین خلاصه مشکلی و مانع همه را قتل عام کردن و این جریان تا امروز ادامه داره. جنایات مسیحیان، جریان دلخراش اندلس، گستاو لوون مورخ مشهور مسیحی می نویسد نصارا وقتی آخرین پایتخت اسلامی اسپانیا رفت تصاحب کردن، بعد از حدود 800 سال چقدر آدم کشتن. جنایات مسیحیان در جنگ های صلیبی، به دروغ یک گزارشی را تحت هولوکاست ساختن که ما را اینجا کشتن، در مقابلش چقدر قتل عام کردن. لذا قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. مؤمنا یهود و نصارا را دوست انتخاب نکنین، بعضهم اولیاء و بعض، اونها با همدیگه رفاقت دارن. و من یتوله منکم فانه منهم، اگر مسلمانی با اونا ارتباط داره اونم یهودی است و هم از اونهاست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم هدایت نمی کند. و اینها به این سادگی از جامعه اسلامی راضی نمی شوند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مگر اینکه همه فرامینشان گوش بدن. خدایا جامعه اسلامی را با دشمنانشان آشنا بگردان، با وحدت جامع و همه جانبه ما را در قبال دشمنانمان استوار و ثابت قدم قرار بده. فرج آقا و مولای من صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم در آستانه
سه مناسبت اسلامی تاریخی قرار داریم. 28 ماه صفر، دوشنبه هفته‌ای که از فردا آغاز می شود، رحلت آقا رسول الله و شهادت سبط اکبرش امام مجتبی، و همینطور پایان ماه صفر چهارشنبه‌ای که پیشی رو داریم، شهادت رؤوف و عالم دودمان رسول الله حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثناست. هر سه مناسبت تسلیت عرض میکنم. انشاءالله اگر توفیقی باشه درباره شخصیت و عظمت امام هشتم در جمعه آینده، اما در این هفته بحث کوتاه درباره پیامبر و امام مجتبی عرض میکنم و بیشتر عرایزم مسائل روز است. علی کل حال پیامبر ما اگرچه رحلتش یک غم بزرگ بود، رحلت پیامبر یک حادثه تعیین کننده بود، در این حال این رحلت و این درگذشت میتواند سرنوشت جامعه اسلامی را توانیست و این ظرفیت داشت که به شکل خاص مدیریت بکند. علی کل حال سنت هستی این است که انسانها ولو انبیای الهی از این دنیا می روند. به همین دلیل است که رحلت پیامبر هم یک جریان است که باید از او بهترین استفاده ها را کرد، همون گونه که شهادت سید الشهدا یک جریان بود اما باید بهترین استفاده ها را کرد. پیامبر اسلام در جمعه عبده ربیع الاول عام الفیل، شما در سوره از قرآن میخوانین، سوره فیل: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سالک قوم فیل برای تخریب خانه خدا و اشغال مکه به حجاز آمده بودند، در شهر مکه پیامبر به دنیا آمد. در میان قوم با اون مشکلات رسالت عظیمی را به عهده گرفت که رسالت پیامبر اساره ادیان قبل از خودش بود و خاتم انبیا بود. این خاتم الانبیا در مکه متولد شد. تنها یک انسان نبود بلکه رحمتی بود برای جهانیان که در ظلمات جهل و شر مردم غرق بودند. همه اینها را این پیامبر توانست نجات بدهد. بگذریم با چی، با کدام وسیله پیامبر این کارها را کرد. فرصت کوتاست. یک بخشش اخلاقش بود. انک لعلی خلق عظیم، سوره مبارکه قلم، در آیات عدیده خداوند اخلاق پیغمبر را ستود. امام صادق فرمود خدا پیامبر را ادب کرد، وقتی ادبش کامل شد بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم. ما هم برای اون که در مسیر پیامبر گام برداریم، برای تأدیب خودمان، نفسمان و افرادی که با ما در ارتباطن، باید برنامه ریزی کنیم. اسلام برای تربیت و تکامل انسانها نظامهای متعددی دارد: نظام حقوقی، نظام قضایی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی. همه اینها در بطن اسلام پیشبینی شده، اما جایگاه نظام ولایی و ولایتی بالاترین نظام است. لذا در ادامه رحلت پیامبر مسئله ولایت و تربیت و اعتقاد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این بالاترین ارزش داره. پیامبر ما چند ویژگی داشت: دلسوزی فوق‌العاده. لعلک باخع نفسک
الله یکون مؤمنین. نزدیک است نفست قطع شود از بس دل می سوزانی. تواضع و مهربانی، استقامت و شکیبایی، صداقت و راستی، گرفتن تصمیمات با توکل بر خدا در عین مشورت، برخورد با جامعه و مردم با سینه گشاده، اینها اون نکات برجسته است که باید از پیامبر و از رحلت پیامبر استفاده کنیم به عنوان رهرو و پیرو پیامبر، از اینها و از این راهکارها بهره‌مند شویم، بتوانیم مسیر او را دنبال کنیم. علی کل حال این شخصیت در غروب دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری رحلت کرد، در حالی که 63 سال از عمر با برکتش می گذشت. رحلت پیامبر اگرچه حادثه غم‌انگیز بود، اما آغاز فصل جدید از تاریخ اسلام و جهان بود و پس از ایشان ائمه اطهار علیهم السلام راه با همه وسعت و همه زیبایی‌های او را ادامه دادند، که همه بزرگان اسلام، اصحاب و تابعین به این قضیه اعتراف دارند: لا یقاس به آل محمد. من هذه الامه احد. باز هم تسلیت عرض می کنم، رحلت پیامبر و شهادت سبط اکبرش. امام مجتبی در سال سوم هجری متولد شد، 7 سال با جدش بود، 30 سال همراه پدر بود و بعد از شهادت پدرش در سال 40، 10 سال مسئولیت امامت که در معرفی امامت امام هشتم فرمود الامام واحد و دهره، امام یگانه روزگار است، این برنامه بزرگ را به زیبایی مدیریت کرد، که پیغمبر فرمود اگر زیبایی، اگر عقل به شکل انسان بود، اون انسان امام حسن مجتبی بود. و ویژگی های حضرت فراوان است که من فرصت ندارم اینها را یکی یکی مطرح کنم. باز هم اینجا عرض می کنم شناخت دقیق از امام معصوم می تواند ما را کمک کند. یک جریان کوتاهی را عرض بکنم، همه عزیزان آماده بشن مطالب بعدی را عرض بکنم. در مسجد پیامبر انشاءالله خدا زیارت مکه و مدینه را نصیب هممون بکنه، در مسجد النبی جمعی حلقه های نشسته بودن، 3-4 گروه، یک جمعی یک گوشه مسجد، جمعی دیگری گوشه دیگر، دیگر دیگر چند گروه. یک نفر وارد شد، پیش یکی از این گروه ها رفت، گفت من سؤالی دارم. گفت من یک آیه را معنایش را نفهمیدم، برایم تفسیر کنید. خوب است ما اینطوری یاد بگیریم، از آگاهان سوال کنیم. سوره مبارکه بروج، بسم الله الرحمن الرحیم، و السماء ذات الحبک و اليوم الموعود و شاهد و مشهود، آیه 3 سوره مبارکه بروج. این تازه وارد در مسجد النبی از این جمعی که همه داشتن بحث علمی میکردن سوال کرد مراد از شاهد و مشهود چیست، که قرآن میفرماید شاهد و مشهود. یک عده گفتن روز عید قربان و روز عید روز عرفه، همینطور توضیح دادن. یک عدهی گفتن شاهد و مشهود معنای دیگری دارد. هر کی جواب میداد فرصت نیست، به دلش نمی نشست. آمد در یکی از حلقه ها قرار گرفت.
امام سجاد علیه السلام ای جریان را نقل کرده از پدر بزرگوارش امام حسین. امام حسین از برادرش امام مجتبی نقل میکنه. وقتی رسید سوال کرد آقا شما بفرمایید شاهد و مشهود چیه؟ امام مجتبی فرمود مراد از شاهد جدم رسول الله است، مراد از مشهود روز قیامت است. سائل چنان تسلیم شد جان و روح و وجودش با قرآن ارتباط پیدا کرد. با این سرمایه کلان میتوان اسلام و حقیقت اسلام را بیشتر شناخت و جامعه اسلامی را علا کل حال یاری و کمک کرد. بگذریم از ویژگی های حضرت، صبر و شکیباییش در مقابل مشکلات بود. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. دست ما دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان. به توفیقات همه دلسوزان جهان اسلام، خدمتگزاران صادق بیفزا، خواهران و برادران که زائرن و در حال عزیمتن، خدایا اگرچه روزهای پایانی ماه سفر است، باز هم عاجزانه در این لحظات استجابت دعا از تو میخواهیم زمینه سفر اینها فراهم بفرما. سفر زائرین حرم آقا امام حسین بی خطر فرما. ما را در ثواب زیارت اونها شریک بگردان، اونها را در ثواب برنامه ما سهیم بفرما. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.